به نام خدا. سلام، طلبه ای هستم از شاگردان آیت الله میلانی. آیت الله میلانی فقیه و مرجع تقلید عصر حاضر، متوفا به سال 1354 در مشهد است. قصد دارم داستانی را برایتان بازگو کنم که برای خودم اتفاق افتاده است. مدتی بود که با آیت الله میلانی مجالسه و مباحثه داشتیم و از شاگردان خاص ایشان به حساب می آمدم. معارفی که پای درس ایشان فرا می گرفتم چنان بر جانم می نشست که گویی آقای میلانی ساقی جان تشنه من بود و جرعه جرعه از این معارف بر من می نوشان. روز به روز در دروس علوم دین بیشتر پیشرفت می کردم و اهتمامم برای احیای دین رسول خدا و امیر المؤمنین و فرزندانش بیشتر می شد. حضور در پیشگاه سیدی بزرگوار چون سید هادی میلانی مشوق و مایه پیشرفت من بود. مدتی گذشت تا اینکه یک روز آقای میلانی در خلوتی ضمن صحبت‌هایشان پیرامون امام عصر علیه السلام به من فرمودند: می‌خواهی چیزی به تو بیاموزم که بر معرفت و شناخت تو نسبت به امام زمان بیفزاید؟ من که همواره مشتاق و منتظر این نکات ناب بودم عرض کردم: البته حاج آقا، خوشا سعادت معرفت و تمسک یافتن به امام زمانم. بفرمایید. از کارها و اموری که سبب توجه و تذکر ما به حضور حضرت مهدی علیه السلام شده و بر شناخت ما نسبت به ایشان می افزاید، یکی آن است که روزانه زمان مشخصی را برای صحبت با ایشان قرار دهید. این کار نه وضو می خواهد، نه آداب خاص دارد، نه پی قبله بگردید و نه خود را معذب کنید. فقط هر روز در ساعت مشخصی گوشه خلوتی بیابید و با حضرت درد دل کنید، انگار که با پدرتان. گفتم: چشم حاج آقا، چه نصیحت خوبی. چشم، حتما اجرا میکنم. از فردای آن روز آغاز کردم. هر روز موعد معین میعاد داشتم با پدر. روزها سپری میشد و هر روز آقای مهربانی ها رأس ساعت به حرفهای آن روز دلم گوش میداد. کم کم اسم میکردم ایشان آن وقت روز فقط پای صحبت من مینشینند و گوشش فقط پیش من است. مدتی کسالت داشتم و در استراحت به سر میبردم. چند روزی گذشت تا اینکه خبر رسید استادم حاج آقا میلانی قصد ملاقات مرا دارند. متعجب بودم که سالت و غیبت چند روزه من آیت الله میلانی را به اینجا کشانده است. خلاصه کنم، ایشان تشریف آوردند و خلوتی بین ما رخ داد و سر صحبت از نصیحت گذشته باز شد. آیا به نصیحتی که گفته بودم عمل میکنی؟ عرض کردم: بله حاج آقا، خدا رو شکر بله. فرمودند: اما انگار چند روزی است این عمل را ترک گفته ای و درگیر دنیای خویشی. می دانستی با این کار خود امام زمان را منتظر خود گذاشته ای؟ کمی فکر کردم. آری راست می گفت. دو سه روزی بود که به علت بیماری از یاد حضرت غافل شده بودم، اما جز من هیچ کس از این تأخیر خبر نداشت. او از کجا می دانست؟ نکند علم غیب می داند؟ با تردید گفتم: بله آقا، حق با شماست، اما شما از کجا می دانی؟ آیت الله میلانی فرمود: مطلبی هست که می خواهم به تو بگویم، اما تو را قسم می دهم که تا وقت مرگ من این حکایت را نزد هیچ کس بازگو نکن. چشم استاد، چشم. دیشب در عالم رویا امام زمان را زیارت کردم. گویی نگران و منتظر بودم. عرض سلام کردم و علت را جویا شدم. آقا سلامم را جواب دادند و فرمودند: شیخ محمد هادی، ما از بین شاگردان شما گنجشکی داشتیم که هر روز رأس ساعت مشخصی برای ما جیک جیک میکرد. چند روزی صدای جیک جیکش به گوش ما نمی رسد، گویا کسالتی دارد. برو احوال او را جویا شو، سلام ما را برسان، بگو منتظرش میمانی. پسر جان، آن عادت خوبت را ترک نکن، خوبیت ندارد. امام زمان من را منتظر خود بگذاریم. او هنگام حرف زدن ما پای درد دل ما می نشیند و گله های من را به جان می خرد. دست از دامن این مولا رها نکن. دست و پایم را گم کرده بودم. باور نمی کردم. اشک می ریختم. اشتیاق امام زمان برای صحبت کردن من؟ امام زمانم، پدر مهربانم، مرا به خیش خوانده است. مرا گنجشک کوچک خیش دانسته است. برایم سلام رسانده است. من کجا و این همه لطف حضرت کجا؟
خدایا امام زمانم دلتنگ گله های هر روز من است. وای به من که هر روز تنها گله ها و خستگی هایم را نزد او بردم، اما از احساسم به او و از دلتنگیم برای دیدارش حرفی نمی زدم. این مرد خود تنهاست، غریب است، خسته از انتظار. چه کردم با این پدر مهربان که دلش دریاست اما پر از غم؟ پس از فوت آیت الله العظما میلانی این داستان را به هر کوی و به هر سوی بیان کردم. به یاد هر کس آوردم که مهدی فاطمه تنهاست، منتظر شنیدن صدای فرزندانش از هر گوشه دنیاست، مشتاق من و توست. لازم نیست تو به کسی بگی حالم بده، امام میدونه. به خدا ما صاحب داشت، به غریبا نگید حال بدتون. به هر کی میرسه بگی به برکت علی حالمون خوبه. میرسن سوال میکنه که چه خبر، حالت چطور؟ گفت غرق در نعمت ولایتیم الحمدلله. اما تو خلوتت بگو، صاحبش بگو. چرا به غریبه و نامحرم میگی؟ اهل بیت دوست دارم به خودشون بگی. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق مرتضی زاهد رو. اساساش صابونش ریخته بود بیرون، تکیه داده بود رو از همه اساس خونه شده بود یه وانه. این خیالاش هم نبود زن و بچه‌ش هم مسافرت بودن. هر کی رد شد یه تیکه بشه. به عاشق مرتضی خونه نداری؟ تو که سرباز امام زمانی، تو که شاگرد امام صادقی. هر کی یه چیزی بگه یه دفعه بغضم. دو یه نگاه گفتم آقا بشن تو هم. ما رو دیگه به تو میشناسن. برای من بد نیست. دیدی که من عین خیالم نبود. اومدم دم اساسام تو خیابون نشستم کناره. همین حرفای مردم که ما رو منصوب به تو میدونن، نمیخوام برای تو بد بشه. گفت تو همین حرف بودم یه وانه. اومد گفت عاشق مرتضی تویی؟ گفتم بله آقا. یه نفر بغلش گفت پیاده شیم همینجا. همه اساس منو سوار یه وانت کردن ته بازار عباس‌آباد، یه خونه بزرگتر از اون خونه، بهتر از خونه، تر و تمیزتر از اون خونه اووردن، اساسو بردن، چیدن، ته کار اومدن این کلیدو بهم دادن. خدام عاشق مرتضی ما کارمونو کردیم، خداحافظ. صبر کن، کجا داری میری؟ مال کی؟ شما کی هستی؟ گفت ما کاری نداریم. یه آسگیدی به نام آسد. گفت عاشق مرتضی اگه پرسید کین کارو کرد بگید آسد مهدی. گفت چیز دیگه هم گفت آسد مهدی. گفت بگ اگر عاشق مرتضی سوال کرد بگی، سوال کرد بگو آسد مهدی گفت شما بی صاحب نیستید، ما حواسمون بهتون هست. اگر یه جایی سختی قراره تو دنیا بکشید، میخوام خودمون یه کاری کنیم رشد کنیم. ما اون رشدتون رو میخوایم، اما حواسمون بهتون هست، حواسمون هست. حرفای زندگیتون رو به نامحرم نگید، به خودش بگید. یه چیزایی که وهابیان میگن، میگن آقا جون امام زمان 1180 سال امانت عمر آقا میگذنه. حدیث در همین که همین کتاب هاست. چند تا حدیث از این کتاب ها بخونم برای. یه حدیث این است، از همین پنج کتابی است که نام بردم و در کمال شیخ صدوق است و در مهدی موعود. فرمود امام زمان که ظاهر می شود دون 40 سنه. هر کی نگاهش میکنه میگه این آقا 35 6 سالش بیشتر نیست. 40 سال میگه نه بابا این آقا 40 سالش نیست. دون 40 سنه از احادیث صحیح است. هر کی هم آقا را دیده میگه دور و بر 4 5 سالش بیشتر نبود. یعنی زمان در حضرت اثر نمیکند. همینطوری که زمان در موی سر شما اثر میکنه بلند میشه، در محاسن شما اثر میکنه بلند میشه، اما در موجه چشمت اثر نمیکنه. همونجور که زمان در شیر و انجیر عزیر اثر نکرد. بل لبستم مئت عام، 100 سال بود مرده بود، بیدار زندش کرد، بعثه زندش کرد. گفت تم لبسته چند ساله؟ گفت یوم و بعث یوم، من قبل از ظهر بود مردم، حالا بعد از ظهر نصف روز مسکه. گفت نه بابا، بل لبستم مئت عام، 100 ساله. گفت خب. گفت فرمودالله طعامک و شرابه، یه نگاه به طعامت بکن، انجیر بود و الا شرابک شیر. گر نگهدار منان است که من میدانم، شیشه خود چیزی نیست، انجیر 100 سال با کش نمیشه، شیر 100 سال با کش نمیشه، قرآنه. پس میشود مهدی 100,000 سال عمر کنه اما با کش نشه. آقا مگر میشود 1200 سال عمرش باشد؟ و این بیا اینجا ببینم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان نقدر علیه. درسته؟ بخون بعدش رو. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. در حال غضب رفت و به دریا کشی رسید، رفت تو کشتی، ماهی اومد زد داره چپه میکنه، انداختنش دور. فلتقمه الحوت، سوره صافات ببینید، فلتقمه الحوت و هو ملیم، اون نهنگ حیوان درشت دریایی یه لقمش کرد، التقمه لقمه خورتش داد، رفت تو سه ظلمت سه تاریکی، دل شکم ماهی، ته دریا، شب 40 روز توی دل ماهی بود، هر کی بود به سه سوت خفه میشد میمرد. مگر میشود یه انسانی تو دل ماهی تای دریا لبا بسته، نه هوا هست نه آب هست نه غذا، تو زندان
مگه میشه زنده بمونه؟ اگه به وهابیا بگی میگن نه، اما به قرآن بگی میگن بله. قرآن میگه بله. بعد سوره صافا میفرماد که لولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. نه تنها چه روز نگهش داشتم، اگر نمیگفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ذکر یونسی مرتم مشاکل خوبه، اگه نگفته بود من تا روز قیامت ماهی زنده، یونسم زنده، دنیا میچرخوندم. امام زمان ما که تو دل ماهی نیست و تن دریا، رو همی زمین راه میره. امام صادق فرمود یحضر مجالسکم، تو مجالس دنیا یتع فروشکم، رو فرشادون راه میره، کنار دون میشین، تو حرم امام رضا سلامش میده، جوابت میده، چطوری بابا خوبی؟ کی بودی؟ امام صادق فرمود وقتی ظاهر میشود میبیننش، هر کی میبینه میگه اینه، اینه من خیلی دیده بودمش، اینه من خیلی دیده بودمش. کجا دیده بودیش؟ حرم امام رضا، حرمت معصومه، جم کرام دیدنش، آش منطقی بافقی قدس الله تربته، حرم امام رضا، حرم جم کرام دیده بودیش، حرم کربلا دیدیش، حرم امام حسین، حرمت اول فرد نجف دیدیش، کاظمن دیدیش، سامرا تو خونش مهمونش بودی، خونه خودش اینجا ملکشه، ملکشه، ملک باباش خو ارثشه دیگه، اوجا دیدیش تو... کجا دیدیش؟ تو هیئت روزی امام حسین دهه عاشورا اومده نشسته کنار، پاشو رفته دیدیش، وقتی میگه او او اینقدر من دیده بودمش. حدیث داریم اگر 40 روز بر مؤمن بگذرد آقا را نبیند کور میشه، همینقدر که کور نشده ای معلوم میشه دیدیش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون وجود مقدس امام عصر علیه السلام در آیات و روایات مطالبی خدمت عزیزان. سوره مبارکه قصص آیه 5 دو کلمه و نورید و انمونه رو خدمت عزیزان توضیح دادیم که از کلمه نوریدو دو مطلب قطعی شدن انقلاب امام زمان و وجودشون ثابت شد و از کلمه انمونه اهمیت بحث امامت و امام زمان. و اما در تکمیل بحث حدیثی از وجود مقدس نبی اکرم که البته یک قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به زمان مرگ جاهلیت مرده است. خب در بحث جلسات گذشته عرض کردیم یکی از نکاتی که این حدیث ثابت می کند وجود مقدس امام عصر علیه السلام است که مکمل کلمه نوریده بود، یعنی باید امام زمانی باشد تا ما او را بشناسیم و الا وجود مقدس نبی اکرم چنین حدیث را بیان نمی فرمود. پس در زمان ما هم یک امام زمانی هست که ما باید او را بشناسیم که بحثش گفته شد. دومین نکته‌ای که از این حدیث شریف مکمل کلمه و نورید و انمونه آیه 5 سوره قصص هست بحث اهمیت و مهم بودن امامت و مخصوصا امامت امام زمان علیه السلام. ایشون می‌فرماید هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده، یعنی اگر امام زمان را نشناسیم به زمان کفر شرک قبل از رسول الله انسان از دنیا می رود و سایر اعمال و اعتقاداتش برای او هیچ سودی نخواهد داشت. در تکمیل این هم در سوره مبارکه مائده آیه 3 می فرماید وقتی که حضرت امیر علیه السلام در روز قدیر به امامت برگزیده شد، خداوند تعالی فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، من امروز دینم را بر شما کامل کردم، یعنی با امامت و ولایت امام معصوم دین کامل می شود. در غیر این صورت طبق این حدیث شریف انسانی که امام زمانش را نشناسد و به او اعتقاد نداشته باشد به زمان جاهلیت مرده. به تعبیر آیه 3 از سوره مبارکه مائده دینش ناقص است و به تعبیر این حدیث اصلا به مرگ جاهلیت مرده است. پس بنابراین دومین
نکته بسیار مهمی که از این حدیث شریف ثابت میشه مسئله اهمیت و ویژگی خاص امامت است که تا جایی که خدای تعالی بر بشریت منت گذاشته است. و آخرین نکته که از این حدیث شریف ثابت میشود بحث سرنوشت انسان هاست که گره خورده است به ولایت و امامت. یعنی اگر کسی به آخرت و حساب کتاب و قیامت اعتقاد دارد باید حواسش به این نکته بسیار مهم باشد که اگر امام زمانش نشناسد در فردای قیامت بقیه اعمال دینی برای او سودی نخواهد داشت، تا جایی که مرگ او مرگ با جاهلیت محسوب میشه و از جرگه مؤمنین خارج میشود. بنابراین نتیجه میگیریم از این حدیث شریف، این حدیث شریف وجود مقدس امام زمان رو ثابت میکند. تا امام زمانی نباشد ما نمیتوانیم او را بشناسیم. دو، اهمیت این حدیث، اهمیت امامت و ولایت مخصوصا امامت امام زمان رو ثابت میکند. سوم، سرنوشت انسانها، انسانهای مؤمن به این حدیث متکی و بستگی دارد که اگر کسی امامت امامها و ولایت آنها را قبول نداشته باشد جز اشقیا و اهل جهنم خواهد بود و بقیه مناسک دینی برای او سودی نخواهد داشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدایا گناهان ما را ببخش، فرج امام زمان برسان، قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، سلامتی آقا امام زمان تأجیل در فرجشون، صلوات محمدی هدیه بفرمایید. آیت الله العظما مرعشی نجفی قدس الله نفسه الزکیه گرفتار شد شدید از جهت علمی، مطالب رو درک نمی کرد. از جهت اقتصادی و مالی و معیشتی در مضیقه بسیار بالایی بود. از جهت جسمی کسالت شدید بر جسم و چشم آقا عارض شده بود. مجموع ابتلاعات رو داشت. با پای پیاده مشرف شد رفت کربلا از نجف. خیلی میگه حالتم حالت انکسار بود. بعد وارد حرم سید الشهدا علیه السلام شدم، دور زریح دارم میچرخم، یه وقت حالت مکاشفه برام پیشونه. مرحوم پدرم رو دیدم. به من فرمود سه چه بدین چته بابا؟ گفتم آقا جون گرفتارم. فرمود برو یه جایی دست به دامن حسین شو که حسین دست رد به سینت نزنه. پدرمو ندیدم. میگشتم دور زری خدایا کجا برم که حسین دست رد به سینم نزنه. یه جرقه‌ای تو ذهنم زد که حسین علیه السلام علاقه خاصی به جوانش علی اکبر داره. لذا اومدم پایین پای ابی عبدالله شبکه های زریحو گرفتم. حسین علیه السلام رو به جان علی اکبرش قسم دادم. خود حضرت رو ذریح دیدم. تک تک حوائجم و ازش خواستم که برام دعا کنه. حضرت فرمود یکیش صلاحت نیست، اونم این بود که میخواستم برم مکه مدینه رو زیارت کنم، همونجا بمیرم، همونجا دفنم بکنم. امام حسین علیه السلام فرمود این یکی به صلاحت نیست، دعا میکنیم که خادم دین باشی. مستقیم با ابی عبدالله وارد گفتگو شد. کسی که مشرف شده امام زمان علیه السلام، محضر امام زمان علیه السلام رو درک کرده. من خدمتشون مشرف بودم. ایشون به من نگاه کردن فرمودن سید حسین یک کاری کن، عرضه داشته باش از امام زمانت انگشتری بگیری. من نفهمیدم ایشون چی میگه. بعدها که ایشون از دنیا رفتن وصیت نامه رو خوندم دیدم ایشون دو چیز از امام زمان هدیه گرفته. یکی انگشتری که پنجتن روش نوشتن، اینو امام زمان علیه السلام به ایشون داده، و یکی هم تربت جدشون ابا عبدالله حسین علیه السلام.